سلام دوستان عزیزی، در مورد تفاوت کالیفرنیا و لس آنجلس، کالیفرنیا و نیویورک پرسیدن که کدوم برای زندگی بهتر هست. قبلا هم تو ویدیوها خیلی گفتم که وقتی که آمریکا مهاجرت میکنین، یکی به آب و هواش دقت کنین، یکی هم به نتورک، به اون جمعیت ایرانی که میشناسین تو اون منطقه که میتونن بهتون کمک کنند برای کار پیدا کردن و چیزهای دیگه. جمعیت ایرانی کالیفرنیا بیشتر از خیلی بیشتر از جمعیت ایرانی نیویورک هستش و آب و هوای کالیفرنیا هم خیلی خیلی بهتر از آب و هوای نیویورک هستش. حالا میگم نیویورک که میگیم یه ایالت خیلی بزرگه که از شمال به سمت به کانادا وصل شده که خیلی سرده و از چی میگن و منهتن و بروکلین و برونکس و لانگ آیلند و اینا هم که اکثر نیویورک میگیم معمولا این قسمت ها رو میگیم، منهتن و بروکلین و برونکس. بعد ما یه فیلم هایی دیدیم از منهتن و بروکلین که فکر میکنیم که مثلا از اون فیلم های خاطراتی داریم، ولی وقتی که تو خیابون های منهتن را میرید، مخصوصا توی زمستون، یه سوز سرمایی میزنه بهتون که کلن اون رویاهاتون میپره. بعد بروکلین هم یه جورایی همون حالتو داره، یعنی تو فیلم ها خیلی خوشگلن، خیلی قشنگن، ولی تو زندگی کردن توی بروکلین یا منهتن نیویورک خیلی باید وضعتون خوب باشه که بتونین لذت ببرین از زندگی اونجا. معمولا اگه دانشجویی میاین خیلی تجربه خوبیه که برین یه چند سالی تو نیویورک باشین، منهتن باشین، یا مثلا برای یه تجربه کوتاه مدت خوبه، یا یه بیزنس دارین که میلیون دلاری باید یه دفتری خونه اونجا داشته باشین توی منهتن نیویورک. وگرنه برای زندگی برای آدمای معمولی مثل ماها به درد نمیخوره واقعیتش، یعنی منهتن و اون قسمت های اونجا یه دنیای دیگه، یه جور دیگه ایه. برای بین مثلا بروکلین و برونکس و اینا اگه بخوام مقایسه کنم، بروکلین و برونکس و لانگ آیلند نیویورک با مثلا لس آنجلس و ایرواین و سان دیگو و اینجاهای کالیفرنیا، به نظر من خب کالیفرنیا خیلی بهتره، چون هزینه ها تقریبا یکی هستن، ولی آب و هوای کالیفرنیا اصلا قابل مقایسه نیستش با نیویورک. یعنی خیلی خوبه آب و هواش، یعنی هزینه ها تقریبا یکی هست، ولی خب کالیفرنیا خیلی خیلی بهتر هست از خیلی از لحاظ. اگر مجرد هستین، جوون هستین و دوست دارین تجربه های جدید داشته باشین، به نظرم برین یه سال دو سال نیویورک، منهتن زندگی کنین، کار کنین، خیلی کمکتون خواهد کرد. بعد برین یه جایی تو لس آنجلس زندگی کنین، خیلی تجربه خواهین، اونجاها کار کنین، بعد برین همون اطراف ایرواین و نمیدونم بین لس آنجلس و سان دیگو و اونجاها، خیلی فوق‌العاده است، یعنی یه جاهای خوبی، بهترین جاهای زندگیه به نظر من تو آمریکا. برای ما ایرانی ها که جمعیت ایرانی هم اونجا زیاده، به نظر من یکی از بهترین جاهاست برای زندگی. هزینه های کم بالاتره، بالاخره اگر کار خوب داشته باشین به نظر من خیلی عالیه کالیفرنیا. اما اگه متأهل هستین و اومدین آمریکا، میتونین کالیفرنیا برین، لازم نیست حتما برین جاهای خیلی گرون خونه بگیرین، میتونین یه کمی از مرکز از فاصله داشته باشین از مرکز شهرها و یه کم جاهای ارزون تر بگیرین، ولی خب هنوز میتونین اون نتورک، اون کانکشن، اون دوستایی که دارین تو منطقه رو باشون در ارتباط باشین، برای کار پیدا کردن خیلی میتونه براتون کمک کنه. به هر حال
امیدوارم همیشه موفق باشین و شب و روزتون خوش.